کشوری استبدادی که سررشته همه کارها دست یک نفر است. مردم و دولت هم هیچ کاره محض. این تعریف آیت الله خامنه ای از نظام پادشاهی است. ولی منتقدانش میپرسند این وصف حال امروز ایران نیست؟ سنجش جایگاه فقیه و سلطان در صفحه دوی آخر هفته. مقایسه بین شاه و رهبر این روزها بیشتر از هر زمانی در چهار دهه اخیر در ایران مطرح است. تازه ترین آن علی خامنه ای رهبر ایران که خود جایگاهش را تلویحا با محمد رضا پهلوی شاه ایران مقایسه کرده. از نظر او فرق بین جمهوری اسلامی با سلسله پهلوی به اندازه استبداد و مردم سالاری است. چرا؟ به این دلیل. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمن. مردمن که انتخاب میکنن. ممکنه خوب انتخاب کنن، ممکنه بد انتخاب کنن، اما مردم انتخاب میکنن. این خیلی چیز مهمی است. اون روز این حرفا وجود نداشت و کشور استبدادی بود، همه چیز دست خودشون بود. این مذاکراتی که یکی از این شخصیت‌های معروف آمریکایی که با محمد رضا رفیق بودن، او میگه که رفتم ایران به محمد رضا گفتم پرون نخست وزیر آدم بی عرضه ایست، گفت شما کارت نباشه، من خودم همه کارا رو دارم انجام میدم. واقعش هم اینجوری بود، همه سررشته همه کارها دست یک نفر بود و او تصمیم میگیره و او مردم اصلا هیچ کاره محض بودن. حالا مردم که هیچ، دولتی ها هم هیچ کاره محض بودن. این روزها شیوه اداره سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم محل بحث است بیشتر از گذشته، عمدتاً به دلیل فشارهای خارجی، خصوصاً تحریم‌هایی که نفس اقتصاد ایران را تنگ کرده. حالا با تغییر دولت در آمریکا نگاه‌های زیادی به کاخ سفید دوخته شده. در اینجا هم آیت الله خامنه‌ای حرف اول و آخر را می‌زند. بسیاری در ایران و خارج از ایران از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهند سیاست خارجی را تغییر دهد. از جمله جمعی از فعالان سیاسی در بیانیه خواستار تغییر اساسی مفاهیمی مثل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی در سیاست خارجی ایران شدند. ولی پاسخ آیت الله خامنه‌ای گویا این است: اقتصاد کشور ما در اختیار کشورهای بزرگ مثل آمریکا در یه برهه و انگلیس در یه برهه بود. این چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز. در این برنامه اول جایگاه رهبر امروز رو با پادشاه دیروز مقایسه می‌کنیم و بعد نگاهی می‌کنیم به بحثایی که این روزها درباره سیاست خارجی و گفتگو با آمریکا مطرح است، با مهدی خزعلی نویسنده و فعال سیاسی که از تهران به ما پیوستند، مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن و حجت کلاشی فعال سیاسی مشروطه‌خواه. اجازه بدید که سوال اول رو از آقای خانساری بپرسم. از نظر شما چطور آیت الله خامنه ای الان در این مقطع وارد این مقایسه شده؟ چه ضرورتی حس کرده؟ والا من نمیدونم. من فکر میکنم که در موقعیت فوق‌العاده ضعیفی قرار دارن در مقابل فشارهای مختلف داخلی و فشارهای مختلف و بی‌اندازه خارجی. اون انزوای کاملی که به هر حال جمهوری اسلامی در خارج فعلا درش قرار داره، که همه اینها با این شرایط واقعا اسفبار کرونا بدتر شده و فشارهای عظیمی رو روی حاکمیت در ایران به وجود آورده. ولی اینکه آقای خامنه‌ای چطور در این مقطع زمان بخوان وارد معقوله‌ای بشن از قبیل اونچه که شدن و خودشون رو و سیستمی رو که خودشون دارن رو با سیستم گذشته مقایسه بکنن، خب این واقعا این مقدار شگفت انگیزه، به خصوص اینکه تجربه 42 سال حکومت اسلامی به مقدار زیادی تمام انتقاداتی که علیه رژیم قبلی میشد رو تا حدود بسیار زیادی را پاک کرده. رژیم قبلی دارای نقص‌های خیلی زیاد بود و نارسایی‌های فوق‌العاده زیادی وجود داشت، ولی در مقایسه با افرادی که آمدند که اون رو بخوان به اصطلاح بهتر بکنن و تغییر بدن، به نظر من کارنامه بسیار بسیار درخشانی رو امروز داره و اظهارات آقای خامنه‌ای درست عکس اون واقعیتی است که به نظر من هر فرد که
غرض نداشته باشه به اون نتیجه میرسه. مقایسه ای از سر ناچاری، آقای خزالی شما هم همینطور فکر میکنید؟ با سلام خدمت شما میهمانان و بینندگان. ببینید این مقایسه دفعه اول نیست، تو خطبه های نماز جمعه هم در جوانی ایشون گفته بود که بالاخره در زمان رژیم پهلوی قدرت در یک جا جمع شده بود، قدرت مطلقه بود و انتخابات مفهومی نداشت. اینکه الان ما به خاطر مشکلاتی که داریم که قطعا مشکلات زیاده و عیب ها زیاده، اما بگیم دوران پهلوی درخشان بود، نه. الان ما به ظاهر حداقل 200-300 تا حزب داریم، اما اون موقع گفت حزب فقط حزب رستاخیز. اواخر شاه اینطوری شده بود، هر کی نمیخواد از کشور پاسپورت بگیره بره، یا یک متر بره زیر زمین. یا اینکه انتخابات در زمان شاه واقعا مفهومی نداشت، صندوق ها پر میشد. الان لااقل میاییم سر صندوق، بله کاندیداها رو قبل از ما گزینش کردن، ولی میبینیم مردم به عنوان رفراندوم یه دفعه میان به مخالفت با حاکمیت 30-0، 16-0، 21-0 رأی میدن و برنده میشن. من فکر میکنم ببینید در گذشته اساس بر مادام العمر بودن و موروثی بودن و استبداد و پادشاهی بوده است. یعنی در بستر پادشاه و ملکه برای ما پادشاه بعدی رو تعیین میکردن. این اساسش این نیست، اما اینکه آیا جمهوریت که در نظام تعبیر شده و در قانون اساسی دیده شده اجرا میشه نه، اون بحث دیگری است. برای ما هم میدونیم که جمهوریت تعطیل است، اسلامیتش هم تعطیل است، استقلال و آزادیش هم همینطور. اما در قانون اساسی ظرفیت ها بیش از قانون اساسی زمان شاه، ظرفیت های آزادی و دموکراسی، این قیاس رو باید کرد. بله اون موقع به گونه ای میکشتند، همین امروز ما از دفن خانم زهرا اسماعیلی برگشتیم که همسرش یک اطلاعاتی بازجو بود و این بیگناه بردار شد و دیروز اعدام شد، امروز دفنش کردیم. خیلی هم تلاش کردیم، اما متاسفانه نقیصه ای در قوه قضاییه بود که یک بیگناه رو که جرم دخترش رو در واقع به گردن گرفته بود، این رو اعدام کردن. پس شما فکر میکنید که نوعی از دموکراسی در ایران حاکمه و تعدد احزاب رو هم میبینید؟ آقای کلاشی شما چی فکر میکنید؟ بادرود. من فکر میکنم که روح شاه بالای سر ایران وایساده. این رو به عنوان شخص، شاه به عنوان شخص بحث نمیکنم، شاه به عنوان نهاد دارم بحث میکنم. کارنامه حکومت پهلوی کارنامه بسیار درخشانی هست، هم نسبت به قبل خودش هم نسبت به بعد خودش. یک پرانتزی هست در روال زوال و سقوطی که در ایران شکل گرفته بود و جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. اینکه آقای خزندی میفرمایند قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به جمهوریت نزدیکتر از قانون اساسی مشروطیت هست، این به نظرم نه تنها دقیق نیست، بلکه به یک نوعی میشه گفتش که هیچ نسبتی با فلسفه سیاسی نداره و حرف غلطی است، به خاطر اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل و ارکان ولایت مطلقه فقیه هست، جمهوریت در داخل اون جایی نمیگیره. اما در قانون اساسی مشروطه که مبتنی بر اصول مشروطیت بود و پادشاهی مشروطه رو نمایندگی میکرد و تعریف میکرد، داخلش جمهوریت وجود داشت. جمهوری اسلامی کماکان دنبال این هستش که بتونه اون کارنامه‌ای که ملت ایران در قبل از 40 سال پیش داشتن رو به نوعی ملکوت بکنه، با اون شعارها و دروغهایی که مطرح میکردن انقلاب. این جناب آقای خزعلی هم که دیگر رو از اون پروپاگانداها رو تکرار کردن و گفتن که شاه گفته هر که عضو دستاویز نشه از ایران بره، که همچین چیزی وجود نداشت، عین صحبت ها هم هست، میشه مراجعه کرد. اما در نهایت میخوام این رو بگم که شاه نماینده نیروهای مترقی بود، شاه نماینده اراده ملت بود، ایران رو در بستر نوسازی و دموکراسی حرکت میداد، اما جمهوری اسلامی وابسته به نیروهای ارتجایی بود که جلوی اصلاحات رو جلوی پیشرفت کشور میگرفت. آیت الله خامنه‌ای یه مقداری روشن‌تر صحبت کرده، شاید در مقام مقایسه، میگه که اون زمان سررشته همه کارها دست یک نفر بود، مردم و دولت هم هیچ کاره محض بودند. شما در اون دوران خودتون مسئولیت داشتید، این طور بود؟ ببینید قبل از اینکه من این پاسخو بدم، باید اضافه این مطلب رو اول بگم که جناب آقای خزعلی گفتن که من گفتم دوران
دوران شاه درخشان بود. من گفتم دوران شاه درخشان تر از دوران فعلیه و اگر سیستم شاه یا شاهنشاهی یک سیستم موروثی است، من خیلی علاقه‌مندم که آقای خزعلی بگن که آیا واقعا ما با توجه به تمام صحبت‌هایی که الان داره میشه از سوی اطرافیان آقای خامنه‌ای، آیا ما نصیب یک سیستم موروثی جدید نخواهیم شد و پسر آقای خامنه‌ای قصد این که بخواد جای آقای خامنه‌ای رو بگیره نداره و این رو ایشون میتونن قاطعانه قولش رو به مردم ایران بدن که ما واقعا در این بحث به خصوص هم به هر حال یک حداقل یک دستاورد تازه‌ای رو که اینها قولش رو دادن ما نصیب ملت ایران میتونه بشه. ولی در ارتباط با اون چه که شما از من پرسیدید، ببینید اولا موقعیت شاه در قانون اساسی ایران با موقعیت آقای خامنه‌ای به کلی فرق میکنه. شاه به هر حال یک محدودیت هایی رو طبق قانون اساسی داشت و در طول تمام سالهایی که در قدرت بود، که خود اون سالها یعنی اون 37 سالی که شاه در ایران پادشاهی کرد به ادوار مختلف تقسیم میشه. مثلا در 12-13 سال اول سلطنتش، موقعی که بعد از هنوز یعنی تو بعد از تا 28 مرداد، عملا شاه دخالت زیادی در امور مملکت نداشت، چه در برگزاری انتخابات چه در به اصطلاح کارهای روزمره دولت و این حرف. نه اگر بخوایم در مجموع نگاه بکنیم، مثلا ما از آیت الله خامنه‌ای شخصیتی سراغ داریم که در مورد واکسن کرونا اظهار نظر میکنه، در مورد سند 20C اظهار نظر میکنه، در مورد مثلا بسیاری از انتصابات جز اظهار نظر میکنه. آیا در مجموع شاه هم چنین شخصیتی داشت؟ اظهار نظر کردن با اینکه نظری که شما میدید یک نظری باشه که عیناً پیاده بشه با هم فرق میکنه. شاه چنین اختیاری رو نداشت در قانون اساسی مشروطیت که یک نظری داشته باشه و اون نظر اتوماتیکمان اعمال بشه، در صورتی که آقای خامنه‌ای طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی حرف آخر خودش میذاره، نه به مجلس احتیاج داره نه به کس دیگه احتیاج داره. اصلا این فرق، اگر یک کسی بخواد خیلی نسبت به شاه بیرحمی بکنه و اون رو یک دیکتاتوری که 37 سال در ایران حکومت کرد بخواد اون لقب رو هم به او واگذار بکنه، در مقابل استبداد جمهوری اسلامی و استبداد آقای خامنه‌ای نقش فوق‌العاده پایین‌تری رو داره. شاه هیچ کاری رو، و به خصوص شاه در زمینه‌هایی که او ابراز به اصطلاح یعنی علاقه‌مند بود و دخالت بیشتر می‌کرد، مثلا فرض کنیم در مسائل دفاعی، در سیاست خارجی، ولی در خیلی از زمینه‌های دیگه شاه اصلا در امور وزارتخونه‌های دیگه دخالتی نمی‌کرد، دخالت مستقیم نمی‌کرد و افرادی که در مثلا فرض کنیم وزارت کار، کشاورزی، نمی‌دونم آب و برق، اینها به رتبه‌های بالا می‌رسیدن، یا نه هیچ کدومشون دست نشونده دربار بودن یا کسانی بودن که مجیز شاه رو میگفتن، افرادی بودن که روی لیاقت و شایستگی و به اصطلاح اون استعدادهایی که داشتن سلسله مراتب رو طی میکردن. به کلی با وضعیتی که ما امروز در ایران داریم متفاوته، نتیجهش هم متفاوته. نتیجهش این در نتیجه سلطنت شاه و دوران پهلوی این بود که در سال 1357 رفاه مردم ایران، درآمد مردم ایران، اون چی که داشتن در تاریخ 2500 ساله قبلش وجود نداشت و امروز وضعیت مردم ایران کاملا که کارنامه 42 سال حکومت بی لیاقت و بی کفایتی است که در هر امر ممکنه نتونست توفیق داشته باشه و وضعیت مردم رو روز به روز بدتر کرده. اجازه بدید، چون نکته‌های متعدد رو مطرح کردید آقای خزعلی هم جواب بدن، به نظر میاد که یه مقدار حوصله‌شون هم کم شده. بفرمایید. متاسفانه ما صدای آقای خزعلی رو الان نداریم. آقای خزعلی صدای ما رو میشنوید شما؟ اگر
تلاش میکنیم که این مشکل فنی رو حل بکنیم. از آقای کلاشی میپرسم. آقای کلاشی، در مورد این که شاه چطور رفتار میکرده، آقای خانساری صحبت کردن، خود ایشون هم در گذشته خب دیپلمات بودن در دوره شاه، در مورد این که شرایط فعلی به گفته آیت الله خامنه ای متفاوت باشه، کاملا فرق کنه، چه میشه گفت؟ شما خودتون این روزها آیا فردی رو میبینید که متفاوت هست از آنچه که آیت الله خامنه ای خودش بیان میکنه؟ ببینید، موضوع اصلی اینه که شاه شکست نخورده و کماکان داره میجنگه. منظورم از شاه کارنامه نظام قبله. موضوع اینه که کماکان آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی فکر میکنه باید با نظام سابق بجنگه، چون حقانیت نظام سابق روز به روز بیشتر برای مردم روشن میشه. ببینید، آقای خامنه ای داره با یک نظامی خودش رو مقایسه، حکومت خودش رو مقایسه میکنه که 42 سال پیش حاکم بوده و به خاطر همین زمین و زمان رو به هم میریزه. یعنی این رو در نظر نمیگیره که در دوره که شاه فقید داشت حکومت میکرد یا قبلش از شاه، ایران در کجا و در کدوم بستر سر میبرد. به لحاظ بستر اجتماعی که همه نیروهای موجود در جامعه به نوعی نیروهای ضد دموکراسی بودن، یعنی هم نظام اقتصادی ما ارباب رعیتی بود، هم سیستم آموزش و پرورش ما و هم نیروی، یعنی بیشتر مردم ایران بی سواد بود. از طرف دیگری هم روحانیت بسیاری از نیروهای ارتجایی اجازه تحصیل و حتی مدرسه ایجاد نهادهای متجدد و نو رو نمیدادن. بنابراین از طرف دیگری هم در نظام بین‌الملل در اطراف ایران شوروی وجود داشت، یک قدرت بسیار بزرگی. عصر انقلاب‌های چریکی بود، انقلاب‌های چپ بود، انقلاب‌های استالینی بود و از طرف دیگری عصر اسلام‌گرایی بود. اسلام‌گرایی که یک نمونه‌اش میشه همون بنیادگراهای اسلامی مثل طالبان و غیره. جمهوری اسلامی وقتی که به قدرت رسید میخواست که همون الگوهایی رو پیاده کنه که در دهه 60 دیدیم، نمونه اعلای اون طالبان هست. بگیروبندهای دهه 60 خاطرمون دهه 70 یادمون نرفته. فضای اجتماعی رو کاملا بستن، فضای سیاسی کاملا بسته شد. اگر شما اون شرایط رو در نظر میگیرید، جمهوری اسلامی میگه شما هم شرایط بعد از اون رو مد نظر قرار بدید. فشارهای آمریکا بوده، جنگ بوده، تشکیل یک ائتلاف بسیار گسترده علیه ایران بوده به خاطر اینکه مردمی رفتند و انقلاب کردند. بله، ببینید، اینکه به آزادی ها مربوط نمیشه که. اینکه آقای خامنه‌ای انقلاب خودش رو از اعتراض به حق رأی زنان شروع بکنه و به قانون اساسی مشروطه اعتراض کنه چون در داخلش قوه مقننه وجود داره، اینکه به فشار و جنگ مربوط نمیشه. این بحث برمیگرده به ایدئولوژی محوری جمهوری اسلامی، فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی، تأسیس حکومت اسلامی. حکومت اسلامی دعوای اصلی آقای خمینی از کجا شروع شد؟ از حق رأی زنان، ولی اونجا که نه، برمیگشت به قوه مقننه، یعنی با قانون اساسی مشروطه مخالف بود و میگفتش که نباید در حکومت اسلامی به جامعه اسلامی قوه مقننه و تقنینیه وجود داشته باشه، چون حکم الهیه. بسیار خوب. آقای خزعلی، میخواستی توضیح بدید، ارتباطمون قطع شد، بفرمایید. بله، این درخشانی که اینا فرمودن راجع به زمان پهلوی، من درخشش شد در جمجمه متلاشی برادر شهیدم که در نزدیک خونه مغزش درسته روی آسفالت افتاد با گلوله شاه. من این رو درخشش نمیدونم، این رو دموکراسی نمیدونم، این رو آزادی نمیدونم. حتی اگر میگوییم رضا شاه، بله ما با حجاب اجباری و ونهای ارشاد مخالفیم، اما با ریختن این پلیس ها و پاسبان ها و چادر از سر مردم کشیدن و زدن زنان با حجاب در زمان رضا شاه اونم مخالفیم. با چکمه حکومت کردن و آمدن و زدن مردم مخالفیم. با قتل یک روحانی با دستمال در گلویش کردن مخالفیم. میگن دخالت زمان اون موقع، بله الان دخالت زیاده، اما اون موقع فقط شاه نه، اشرف هم دخالت میکرد. در همین باغ شاه شاعر رو بنزین میریختن، آتیش میزدن و اشرف تماشا میکرد. یا اشرف باعث شد که دکتر کاتوزیان استاد حقوق قاضی برجسته استعفا بده به خاطر دخالت اشرف در یک پرونده. بعد میفرمان جانشین شما قول میدید مجتبی خامنه‌ای جانشین رهبری نشه. ببینید، قانون اساسی ما به گونه ای است که بعد از امام احمد خمینی نشد، آقای خامنه‌ای شد. اما قانون اساسی زمان شاه وقتی که ولیعت به دنیا اومد توی گهواره گفتن ایشون شاه شماست، ما ناچار باید میپذیرفتیم که دیشب شهبانو و اعلی حضرت برای ما شاه تولید کردن. اینا که دیگه جزء قانون، اینا نمیتونه. خب آقای خزعلی، در مورد این که فرزند آیت الله خامنه ای بخواد بشه
رهبر بعدی حرف و حدیث خیلی زیاده، کسی تکذیب نکرده، آیا این سکوت ببینید نوعی رضایت تلقی نمیشه؟ ببینید ما معتقدیم که دوران شاهزاده و آقازاده و امامزاده تموم شده، هر کسی خودش باید باشه. اون طرف آقا سلطنت طلبات دنبال یه شاهزاده این که این 40 سال برای مملکت چه کار کرده، کدوم حفظ، کدوم تشکیلات، کدوم کار علمی، کدوم بیانیه، کدوم منشور، کدوم مانیفست رو ارائه داده. الان یه دفعه بعد از 40 سال، 42 سال که با پول این مردم از کجا میگن کار میکنی، میگه از مادرم میگیرم. کسی که از مادرش خرجشو میگیره میخواهد بیاد امورات اقتصادی این مملکت رو اداره کنه و این درسته؟ یعنی ما هنوز باید دنبال شاهزاده و آقازاده و امامزاده بریم؟ نباید خودمون بشیم ببینیم آدمهای ما چه وزنی دارن، چه تلاشی کردن برای مردم، چه هزینه ای دادن؟ طرف رفته خیلی صفاشو کرده، امن و امان، نه زندان میدونه چیه، نه وقتی این مملکت توسط صدام مورد حمله واقع شده بود خرمشهر ما رو گرفته بودن، اینها ککشون نگزید، ما تو جبهه بودیم. اگه مملکت زندان داشت ما تو زندان بودیم. بعد آقایون منتظرن ما بریم کشته بشیم، مردم تو خیابون بیان کشته بشن، آقایون بیان دوباره سلطنت کنن. نه خیلی خبرا نیست، نه امامزاده میذاریم بیاد، نه آقازاده میذاریم بیاد و نه شاهزاده. مردم خودشون میخوان این دفعه سرنوشت خودشون دستشون بگیرن. آقای خانساری، فضا رو به گونه ای میبینید که مردم بتونن خودشون سرنوشت خودشون رو در دست بگیرند؟ ببینید، اول از همه اینست که این صحبت رو با نباید تنزل بدیم به یک سطحی که به نظر من قصد و هدف این برنامه نیست. سوال شما در ابتدا این بود که آیا سیستمی که در گذشته بود دیکتاتورتر از اینی که الان هست بود، یا اگر این سیستم رو آیت الله خامنه‌ای میگه یک سیستم بر اساس مردم سالاری است، آیا این واقعا قد میده با اون اتفاقاتی که افتاده یا نه؟ من خیلی متاسفم که اخوی آقای خزعلی مورد اصابت قرار گرفت و این یه امر غیر قابل بخششه. از این اتفاقات زیاد افتاد و هیچ کس اونا رو تایید نمی کنه و ما هم به گذشته نمیخوایم برگردیم. صحبت راجب اینه که آیا کسانی که مدعی هستن که شاه دیکتاتور بود، که شاه برخلاف اصول عمل میکرد، خودشون کارنامه بهتری دارن، خودشون بهتر عمل کردن؟ این مسئله اساسیه. و اینکه اگر شاهزاده متولد شد و به هر حال تمام اون چیزایی هم که آقای خزعلی گفتن فرض کنیم که درسته، خب آیا این درسته که شاهزاده امامزاده ما امروز آینده ایران دست اون بیفته توسط یک سیستمی که جوابگو به مردم نیست؟ آیا ایشون رو مردم انتخاب کردن که ولی مطلقه فقیه بشه، که با یک امضا هر کاری که دلش میخواد بکنه؟ قدرتی که محمد رضا شاه یا رضا شاه هیچ وقت در طول سلطنتشون نداشتن که با یک امضا هر کاری که میکردن، اگر هم میخواستن بکنن، باید اول میرفت به مجلس، بگیم مجلس هم افرادی بود که خودشون انتخاب کردن، ولی باید اون پروسه رو طی میکرد. این همچین جریاناتی امروز نیست. و اینی که آدم بیاد این بحث رو بکنه، این به نظر من یک نوع توهین به شعور عامه است. همه که این واقعیات رو میبینن. من نمیخوام بگم سیستم قبلی یک سیستم منزه پاک از هر لحاظ عالی بود، ولی افرادی که اومدن و اون سیستم رو به هم زدن هدفشون بود که یک سیستم بهتری درست کنن. آیا سیستم بهتری نصیب ملت ما شده؟ بسیار خوب. همین نکته‌ای که آقای خانساری مطرح کردن و پاسخی بود به حرفای آقای خزعلی در مورد برخورد با معترضان، برخورد با کسانی که اعتراض دارند، آیا آنچه که در دوران شاه اتفاق افتاد آقای کلاشی در دوران انقلاب اتفاق نیفتاده؟ آیا مواجهه خشونتبار با اعتراض رو ما ندیدیم یا کمتر دیدیم؟ بسیار زیاد بوده، ضمن اینکه اصلا نیروها متفاوته. در اون دوره اگر کنترل میکردن یا سرکوب میکردن، نیروهایی رو سرکوب میکردن که اسلامگرای بنیادگرای اسلامی بودن یا گروه های چپ چریکی بودن. گروه های مترقی سرکوب نمیشدن. اکثر چپ ها هم که غیر سیاسی غیر چریک بودن و بحث های استالینی رو نداشتن، در سیستم های حتی اداری اون زمان در سیما، در تلویزیون، در رادیو فعال بودن. بسیار فضا بازتر بود از اون چیزی که آقای خزعلی یا آقای خامنه‌ای میگن. ببینید، بحث اینه که در آقای خزعلی میفرمایند در مورد سیستم موروثی، و
در مورد سیستم موروثی اینجوری نبود که آقای خسروی میگن، مگر احمد شاه ولیعت نبود طبق همون قانون اساسی؟ احمد شاه رو گذاشتن کنار، مگر محمد علی شاه طبق همون قانون اساسی ولی شاه نبود، گذاشتنش کنار؟ الان در سیستم انگلیس مگر سیستم موروثی هست؟ مگر دموکراسی وجود نداره؟ دموکراسی وجود داره. ما در مورد نظام ها بحث میکنیم. آقای خزعلی به جای اینکه از درون فلسفه سیاسی صحبت کنه و با مفاهیم دقیق، دارن بحث رو تقلیل میدن به افراد. اینکه یک فرد چکار کرد یا چکار نکرد که الان موضوع بحث نیست، موضوع در مورد نظام هاست. اگر نظام پهلوی در حکومت سابق هم ایراداتی بود که بود، کسی میتونه اونجا صحبت کنه که در جای درست وایساده باشه؟ این شبیه اینه که طالبان به ظاهر شاه بخواد انتقاد بکنه. این نمیشه ما در جای در داخل جمهوری اسلامی بیستیم که هم سرکوبش بالاتره، هم ما میدونیم الگوی جمهوری اسلامی چیست و بعد به نظام سابق بخوایم اعتراض بکنیم. در داخل جمهوری اسلامی اغلب گروه‌های سیاسی تحمل نشده و از همه چیز عجیب‌تر اینه که تا فکر ملی هم تحمل نمیشه در داخل جمهوری اسلامی، در حالی که در سیستم قبلی بسیار از مخالفان پست وزارت پیشنهاد میشد. به مرحوم بختیار پست وزارت قبل از اینکه به نخست وزیری برسه پیشنهاد شد، به آقای فروهر پست وزارت پیشنهاد میشد، یعنی به آقای امینی که به هر جهتی ظاهریه داشت به عنوان نخست وزیر بحث شد، اما جبهه ملی باش همکاری نکرد. یعنی میخوام بگم سیستم سابق بسیار باستر جمهوری اسلامی بود و اصلا قابل مقایسه نیستن این نوع از بحث‌ها و مسائل. بسیار خوب، اما بفرمایید نکتتون رو کامل کنید، به خاطر اینکه میخوایم یک محور دیگر رو اینجا مورد بحث قرار بدیم. اما من اینجا یه چیزی هم بگم، در بحثایی که آقای خامنه‌ای داشتن گفتن که چون به مردم آذربایجان و تبریز صحبت میکردن، گفتن که آذربایجان همیشه روی ملی داشته با تجزیه طلبی و غیره مبارزه کرده، که حرف درستیه، اما به این سوال جواب نمیدن که پس چرا عوامل ایشون، منجمه های ایشون و بسیاری از ادارات در اونجا مباحث تجزیه طلبی رو ترویج میدن؟ شوخی بردار نیست در خب این یه مقداری خارج از بحثمونه. آقای خزعلی، آیت الله خامنه ای تاکید کرده که دستاورد بزرگ انقلاب مردم سالاری دینیه، ولی خیلی از کسانی که در مورد دموکراسی و مردم سالاری تحقیق میکنن، نظر میدن، میگن که مردم سالاری معناش این نیست که شما مستقیم یا غیر مستقیم با رأی مردم سر کار بیای و بعد تمامی منفذهای نظارتی رو ببندی و رأی مردم رو بی‌اثر کنی و بعد هم به مردم بگی که چتونه، چه خبرتونه، خودتون انتخاب کردید. ببینید، فرمایشی که دوستمون داشتن که دموکراسی بوده است چون احمدشاه برکنار شد، احمدشاه با یک کودتای انگلیسی برکنار شد. با کودتا اگر دموکراسی میاد، بله، اون موقع کودتای 28 مرداد هم یک آمریکایی بود و باز دموکراسی بعدی رو تجربه کردیم ما. یا محمد علی شاه با حرکت مردمی سردار اسعد بختیاری با جنگ سرنگون شد. نمیتونیم اینا رو بگیم دموکراسی. بله، اینها موروثی بود، اما در یک مقطعی ممکنه یک شاهی کشته شده باشه، یک شاهی فرار کرده باشه، یک شاهی هم تبعید شده باشه. اینا ملاک نیستش، اینا دموکراسی نیست. دموکراسی این است که مردم بتونن انتخاب کنن، مردم هم برکنار کنن، احزاب آزاد باشن، مطبوعات آزاد باشن، قوانین با قانون اساسی عمل بشه. من فکر میکنم که الان ما متاسفانه دموکراسی اول انقلاب آمد با حرکت‌های تند بعضی از احزاب که مسلحانه حرکت کردند، باز ما عقب رفتیم. الان من نمیخوام بگم استبداد نیست یا دموکراسی هست، اما ظاهرش قانون اساسی جمهوریته. حالا عمل نمیشه، به 63% قانون اساسی عمل نمیشه، این نقد ماست. اما قبلا قانون اساسی استبداد بود و پادشاهی بود و پادشاه بچش میشد شاه، ما کاری نمیتونستیم بکنیم، انسداد بود. الان میتونیم بگیم که فرزند رهبر نباید رهبر بشه مگر به انتخاب مردم. بله، شما میتونید بگید که خبرگان رو خودشون انتخاب میکنن، نفوذ دارن. خب اون بحث دیگری است. این که ما در انتخابات اعمال نفوذ میشه، مهندسی میشه، آقای جنتی همه آدم ها رو رد میکنه، ما ناچاریم از سبد آقای جنتی که 9 شب میذاره بیرون منزلش انتخاب کنیم، اینا رو همه رو میدونم منم. اما شکل قانون اساسی رو که میخوام تبیین کنیم، باید بگیم که الان ظرفیت‌هاش بیشتره. یعنی ما میتونیم مجلس واقعا انتخابات داشته باشیم، شوراها هستن، رئیس جمهور میتونیم انتخاب کنیم، قبلا انتخاب رئیس جمهوری نداشتیم. این قانون اساسی رو با قانون اساسی باید مقایسه کنیم. عمل کرد اگه میخوام بگیم هر دو استبدادی است، هر دو رو رد میکنیم. اگه خشونت رو بخوام بگیم، خشونت هر دو است. چون چند بار به قانون اساسی استناد شد، من اجازه بدید که
مقایسه سلطان و فقیه رو در قوانین نگاه بکنم. اصل 35 قانون اساسی زمان شاه، سلطنت ودیعه است که به موجب الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده. اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. و اصل 57 هم تقریبا همین رو میگه و میگه که قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره میگردد. اگه اصل 110 رو نگاه کنیم که تقریبا عرصه‌ای که خارج از کنترل رهبر باشه دیده نمیشه، با چه معیاری شما میگید که این قانون دموکراتیک‌تره، به جمهوری نزدیکتره در مقایسه با قبل؟ ببینید، در قانونی که شما خواندید میگه سلطنت ودیعه الهی است، بهشون تفویض شده که از آسمان آمده است، ایشون ذل الله است. اما در مورد ولی فقیه میگه بایستی خبرگان منتخب مردم رأی بدهند، انتخاب کنند. آقا غزالی میگه از طرف ملت باید. از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده ملت... و توسط مجلس مؤسسان. حالا حرف من اینه که در مجموع اگه شما اینا رو نگاه کنید، اگه شما اینا رو در مجموع نگاه بکنید، شما با چه معیاری میگید که قانون اساسی فعلی دموکراتیک تره؟ همین یکیش که ودیعه الهی است که بدون انتخابات. کی رضا شاه انتخابات برگزار کرده برای سلطنتش؟ کی محمد رضا شاه انتخابات برگزار کرده؟ کدوم یکی از اینا؟ آقای خانسری؟ نه محمد رضا. اجازه بدید که آقای خانسری جواب بده. چه کسی آقای خامنه‌ای رو انتخاب کرده؟ چه کسی آقای خمینی رو به عنوان رهبر؟ ایشون رهبر انقلاب بودن، پیروز شدن، ولی به اون سمت که انتخاب نشدن. اصلا این بحث، میدونید، این بحث به این فرم یک مسئله اساسی، سوال اصلی از آقای خزعلی و هر کس دیگه اینه که آیا ایشون از وضعیت موجود راضی هستن که خودشون میگن نیستن، میگن اینا استبدادیه. چه فرقی میکنه؟ ما 42 سال پیش ناظر یک حرکتی بودیم که قرار بود که به استبداد پایان بده، استبدادی که امروز هست بسیار بسیار خشنتر و بدتر عمل میکنه علیه مخالفینش. امکان وجود و حضور در ایران برای هر کسی که یک ذره مخالفت بکنه وجود نداره که بتونه با امنیت بتونه به مملکتش برگرده. یه فردی مثل خود من آرزومی نیست که بتونم برگردم به ایران، نمیتونم، برای اینکه آزادی یعنی امکان تحمل یک کسی که نه اسلحه کشیده نه حرف زور به کسی زده برای تحمل نمیکنن. در زمان شاه هزار تا عیبم که بود، خیلی از مخالفین شاه که برگشتن آمدن دیگه کاریشون نداشتن، کار میکردن، زندگی میکردن، با فامیلشون بودن. این امکانات رو جمهوری اسلامی قطع کرده. یک ائتلاف بزرگی که در ابتدای انقلاب با آقای خمینی پیروز شد، با مرور زمان تمام اجزای اون ائتلاف بزرگ از سیستم حکومتی بریده شدن و افراد اون، حالا بعضی هاشون به طرز خیلی فجیحی باشون عمل شد که خودشون هم شاید مقصر بودن، دست به یک سری اقدامات خشن زده بودن، ولی بقیه دیگه اونهایی هم که آدم های صلح‌جویی بودن تک تک از بریده شدن و به انزوا کشونده شدن، زندگی روشون با سختی چیز شد. یعنی اصلا این قیاس به نظر من در شرایطی که ما هستیم، کدوم ایرانی است که این واقعیات رو امروز درک نکنه که بخواد توجیه بکنه؟ این بحث رو میخواییم ببندیم، فقط نکته آخر رو آقای کلاشی بگن، منتها چون دو نفر منتقد آیت الله خامنه ای بودن یا حکومت بودن و یک نفر دیدگاهش فرق میکرد، اجازه بدید که من سوال آخر رو از آقای کلاشی یک جور دیگه بپرسم. شما هیچ در هیچ زمینه ای هیچ نوع اعتباری یا هیچ نوع دستاوردی رو برای جمهوری اسلامی در 42 سال اخیر قائل هستید یا نه؟ چرا؟ بله، ببینید، بحث ما این نیستش که در جاهای کاری هم انجام شده کاری انجام نشده. آیا خامنه ای ادعایی کرد؟ ما داریم اون ادعا رو بررسی میکنیم. بلا در زمینه های دیگری که خب دانشگاه ها ایجاد شده بود، جامعه ایران به سمت سواد میرفت، متخصصین پرورش پیدا کرده بود، همون قد همون نسل قد ادامه داده، در حوزه هایی هم به صورت درخشانی عمل شده. بحث ما اینجا نیست. بحث ما مقایسه دو تا نظام،
اگر اون نظام باقی میمون چقدر میتونست رشد بکنه و توسعه پیدا بکنه. آقای خزعلی میفرمایند که قانون اساسی مشروطه ظرفیتش پایین‌تر بود، در حالی که شما خودتونم خوندید و اشاره هم کردید که پادشاهی در اونجا ولی الهی که توسط ملت تنفیذ میشه. ما در مورد ظرفیت‌های قانون اساسی داریم صحبت می‌کنیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه وجود داره، یعنی اولا باید فقیه در رأس باشه، اونم قدرتش قدرت مطلقه هستش. از سوی دیگه مشروعیتش هم مشروعیت الهیه. اون چیزی که در حوزه خبرگان اتفاق میفته کشفیه، نه انتخابی و وضعی. بسیار ممنونم از هر سه آقایون، مهدی خزعلی نویسنده و فعال سیاسی در تهران، حجت کلاشی فعال سیاسی مشروط خواه، و مهرداد خانساری. البته آقای خانساری با ما میمونن برای بحث دیگه ما. همونطور که اشاره شد، این روزها شیوه اداره سیاست خارجی جمهوری اسلامی دوباره به کانون بحثا برگشته، خصوصا بعد از تغییر دولت در آمریکا. افراد متعددی خواهان تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند، از جمله شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که در بیانیه‌ای نسبت به تکرار چرخه معیوب سیاست خارجی چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند. اونها پیشنهاد کردند که اساس سیاست خارجی حکومت ایران، خصوصا آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی، در اون تغییر کنه، موضوعی که باز هم بیشتر از هر کسی به آیت الله خامنه ای ارتباط پیدا میکنه. البته متحدان ایران در یمن و عراق بر فعالیت‌های خودشون افزودند، از نظر بسیاری تلاشی هماهنگ با ایران برای بالا بردن فشار بر آمریکا در جهت امتیازگیری. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با محسن صلح دوست، پژوهشگر رابط بین الملل در دانشگاه کوینزلند که از بریزبن با ما هستند، و همینطور مهرداد خانساری که از بحث قبلی همچنان با ما هستند. آقای خانساری، شما تجربه دیپلماتیک در گذشته هم داشتید، امروز حرفی زده میشه، خیلی از کسانی که اتفاقا در انقلاب سهم داشتن بیانیه امضا کردن و میگن که ما باید سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی رو کنار بگذاریم، موضوعی که 40 و چند سال پیش در ایران اجرا میشد، سیاست خارجی به همین شکل بود. چی فکر میکنید؟ خب به نظر من اون افرادی که این بیانیه رو نوشتن و امضا کردن و شاید هزاران نفر افراد دیگه که شاهد تحولاتی بودن که در ظرف این 42 سال رخ داده، فهمیدن که این سیاستی که به این ترتیب، سیاست خارجی که بنیادش بر اساس آمریکا ستیزی در درجه اول بوده، جواب نداده. ببینید، مسئله این استش که در زمان گذشته قبل از انقلاب شاه صحبت از یک سیاست مستقل ملی میکرد که اون سیاست مستقل ملی در اصل میخواست همون حرف نه شرقی نه غربی بود که بعد از انقلاب از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شد، با این تفاوت که کشش اون سیاست مستقل ملی نهایتاً به لحاظ جنگ سرد و شرایط دیگه در اون زمان حاکم بود، ایران رو به سمت غرب به اصطلاح هل داد و بیشتر به سمت آمریکا، و یعنی که در اتحاد بیشتر با آمریکا باشه. بر اثر این آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و اینجور مسائلی که توسط مقامات اسلامی در ظرف این سالها مطرح شده، اتفاقی که افتاده اینست که اون نه شرقی نه غربی شده یک سیاستی که در اصل ایران رو متکی به شرق کرده. امروز دولت ایران، سیاست خارجی ایران، متکی به حمایت از روسیه و چینه در قبال غرب. تجارت ما با غرب به هم خورده، تجارتی 70-80% به سمت غرب بود، به سمت شرق اومده و اون تعادل از بین رفته، با این تفاوت که ضرر و آسیب این سیاست و بازده این در عرصه بین المللی بیشتر به انزوای ایران در عرصه بین المللی کشونده شده، موقعیت منطقه‌ای رو ما رو به خطر انداخته، ما را درگیر کرده به جای اینکه ما بتونیم رابطه نزدیکتری داشته باشیم. این دال بر اون نیستش که ایران نفوذ نداشته باشه یا در پی به اصطلاح افزایش نفوذ خودش تو منطقه نباشه، ولی نوع برخورد، نوع به اصطلاح مراوده به کلی متفاوت بوده و آسیبش باعث وضعیتی است که ما امروز خودمون رو در عرصه بین‌المللی می‌بینیم. نفوذ منطقه‌ای، آقای صلح دوست، الان ایران در منطقه جایگاهی داره که شاید در گذشته نداشته. در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان
یکی از عناصر تعیین کننده است. این روزها هم تحرکات در یمن بیشتر شده، در عراق بیشتر شده، در داخل خود ایران هم فشارها در زمینه توسعه غنی‌سازی و اخراج بازرسان متمرکز شده. شما اینها رو کنار همدیگه میبینید یا اینکه حسب بر اتفاق و تصادفه؟ درود بر شما. ببینید، موضوع نفوذ ایران در منطقه به هر حال سالهاست، شاید از ابتدای انقلاب و بعد از جنگ ایران و عراق، خب یکی از بخش‌های اصلی دکترین دفاعی ایران بود. اما اینکه آیا اساساً این بهترین انتخاب برای ایران بود یا اثر ناچاری بود، خب این بحث دیگری است. قطعاً بهترین انتخاب نبوده برای ایران، برای هیچ کشوری نیستش که بخواد نفوذ خودش رو در همسایه‌های خودش از طریق حمایت از گروه‌های نیابتی بخواد تأمین بکنه. اما آنچه که به هر حال همین نفوذ منطقه‌ای و حمایت از این گروه‌ها در یمن، در عراق و یا سوریه برای ایران حداقل احمقان آورده، تا حدودی میشه گفت همین حفظ توان بازدارندگی بوده در این مدت و تا حدی هم قدرت چانه‌زنی ایران بوده در مذاکرات مختلف، که حالا همین قضیه برجام هم بخشی از قدرت چانه‌زنی ایران با قدرت‌های دیگه در دنیا هست. پس شما فکر می‌کنید که افزایش تحرکات گروه‌هایی که نزدیک هستند به ایران یا طرفدار ایران هستند در شرایط فعلی، مثلا در عراق آنچه که در اربیل رخ داد یا این روزها در شهر مارب در یمن در حال رخ دادن هست، هماهنگ با سیاست‌هایی که ایران داره وارد می‌کنه مشخصاً برای فشار بیشتر بر دولت جدید آمریکا و گرفتن امتیاز؟ من فکر می‌کنم این بخشی از داستان هست. از دیدگاه حکومت ایران، نفوذ در منطقه، بحث این حمایت از این گروه‌های شبه نظامی و نیابتی در برجام خلاصه نمیشه. ایران همچنان نگاه داره به موضوع ترور آقای سلیمانی، تروری که برها غیرقانونی بود و همچنان مسکوت گذاشته شده و این حل نشده، این موضوع ترور آقای سلیمانی بین ایران و آمریکا. بنابراین از یک وجه دیگه این اقدامات و اتفاقاتی که در عراق و یمن میفته به گمان من ارتباط داره با همون سایه برها ترور آقای سلیمانی که اتفاق افتاد. وجه دیگه‌اش بله، برای بالا بردن ریسک و کفه ترازو به نفع ایران در مذاکراتی که حالا در برجام خواهد داشت. اما من گمان نمی‌کنم که حتی با شروع مجدد مذاکرات در موضوع برجام تغییرات اساسی ما در مورد نفوذ ایران در منطقه باشیم، چون اون بخش دیگه که خدمتتون عرض کردم همچنان باقی خواهد ماند. آقای خانساری، آنچه که تحت عنوان سیاست آمریکا ستیزی عنوان شده، اونطور که آقای صلح دوست میگن اهداف بازدارنده داره، یا اینکه این در سرشت جمهوری اسلامی است و در تار و پود یک نظام انقلابی؟ نه، به نظر من ما باید این رو از این نگاه، از این به اصطلاح از این دیدگاه ببینیم که حکومت اسلامی منافعش ایجاب میکنه که به اصطلاح این روش رو پیگیری بکنه و این جوانب مختلف داشته، یعنی یک پاسخ ساده و یک تک پاسخ نداره چون مسئله پیچیده است. ولی به هر حال جمهوری اسلامی موفق شده که در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان به خصوص دارای یک نفوذی بشه که مثلا در گذشته ایران در اون منطقه هیچ وقت در تاریخ معاصر ایران نداشته. مسئله اساسی که پیش میاد و فرض کنیم این یمن، این جنگ یمن، جنگ داخلی یمن، خب یک حادثه‌ای بود که در اصل یک شرایطی رو برای ورود ایران به یک صحنه‌ای فراهم کرد که به طور عرفی هیچ وقت ایران انتره‌ای به اون معنا در یمن نداشت، ولی باعث شد که ایران با ورودش به یمن بتونه در یک نقطه‌ای باشه که در سیاست خارجی بتونه پوان بگیره برای استفاده در صحنه‌های دیگه. ولی مسئله اساسی اینه که آیا این نفوذ بازدهی برای ایران و منافع دراز مدت ملی ایران داره، یا اینکه این نفوذ صرفاً به لحاظ اینه که اگر ایران قراره با یک سلسله نیروهای مخالف به اصطلاح روبرو باشه، این نیروها در داخل خاک ایران نباشن و امنیت نظام به این ترتیب یه مقداری بیشتر حفظ بشه. از دید سیاست خارجی، یعنی از اون فاکتور امنیتی رو شما کنار بگذارید، از دید سیاست خارجی به طور مثال افزایش نفوذ ما در منطقه خلیج فارس،
ایجاد روابط یا همکاری‌های نزدیک با کشورهای همجوار در زمین‌های اقتصادی، ایجاد یک بازار مشترک مثلا برای فروش کالاهامون در این منطقه، اینکه شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه نقش عمده‌ای رو ایفا بکنن، اینها مسائلی است که میتونه از این به اصطلاح افزایش نفوذی که ایران پیدا کرده در منطقه آید ایران بشه. ولی ما علائم اون رو به طور شفاف اصلا نمیبینیم. یک مقدار فعل و انفعالاتی هست البته، ولی اونطور که در اصل مردم ایران بتونن متقاعد بشن که این سرمایه گذاری هایی که شده صرفا به خاطر مسائل حفظ حاکمیت نبوده و یک به اصطلاح میشه گفت یک باعث میشه که وضعیت ایران، موقعیت ایران، موقعیت اقتصادی ایران، موقعیت مردم ایران هم با این پیگیری این سیاست ها بهتر بشه. این حس به نظر من وجود نداره. آقای سلطان، شما هم موافق هستید که این نفوذ منافع به دنبال خودش نیاورده؟ ببینید، منافع شاید محدود بشه و همون به هر حال بازدارندگی اونم تا حدودی، اما اون سیاست آمریکا ستیزی که شما اول مطرح کردین که در مورد اینکه آیا ربطی به منافع ملی ایران داره یا نه، من اعتقاد ندارم که این سیاست آمریکا ستیزی چندان موفق بوده برای برآورده کردن منافع ملی ایران. شاید برای منافع نظام تا حدودی، برای بقای نظام، و البته اون رو هم باید باز در کنار تنهایی استراتژیک ایران در منطقه بذاریم. شرکای شرقی ایران، نه چین و نه روسیه، هیچ وقتی شرکای قابل اعتمادی نبودن که در غیاب آمریکا بشه به اونها تکیه کرد. اما در مورد این سیاست آمریکا ستیزی، من با اون قسمت سوال شما موافق نیستم که این از انقلاب 57 به این طرف شروع شد. به نظر من باید اینو در بستر تاریخی نگاه بکنیم، از زمان کودتای 28 مرداد، حوادثی که در زمان دیدار نیکسون از ایران اتفاق افتاد، و حداقل یک سری از احساسات ضد آمریکایی در میان توده مردم و عدم اطمینان به آمریکا از اون زمان شکل گرفت. حالا از انقلاب 57 به این طرف ما دیدیم که این بیشتر در بین حاکمیت پررنگ شد، این احساسات و حرفای ضد آمریکایی، و در میان توده مردم کم رنگ‌تر شد. اما میشه گفت بیشتر اون در حقیقت این سیاست آمریکا ستیزی تا حدود زیادی هم ریشه در سیاست‌های نادرست خود آمریکا در منطقه داره. شما از زمان انتخاب، از زمان انقلاب 57، جنگ ایران و عراق، حمایت آمریکا از صدام رو اگر بهش ما نگاه بکنیم، اگر تحریم‌های آمریکا از همون زمان رو بهش نگاه بکنیم، اگر سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران رو نگاه بکنیم، و همچنان همین تداوم تحریم‌ها، به هر حال یک سری اقداماتی رو از طرف آمریکا هم صورت گرفته که حاکمیت ایران توانسته اون گفتمان یا اون سیاست خارجی خودش رو بر اساس این آمریکا ستیزی بتونه جلو ببره. آقای خانساری، از حاکمیت میگه که موارد متعددی، البته در جاهای متعددی گفتن که اگر هم جمهوری اسلامی سعی کرده که تنش زدایی بکنه با آمریکا، این آمریکایی‌ها بودن که همراه نشدن. نمونهش همین برجام. آیا جمهوری اسلامی در این زمینه تلاش لازم رو کرده یا نه؟ ببینید، من قبل از اینکه این نکته که شما اشاره فرمودید و رجوعی صحبت بکنم، یه نکته دوست عزیزمون الان مطرح کردن که من با بیشتر حرفاشون موافقم، ولی یه چیزی رو به نظر من ضروریه که ما بگیم. ببینید، توده های مردم ایران این احساسات ضد آمریکایی که ایشون اشاره کردن، من فکر نمی کنم که توده های مردم ایران این احساس ضد آمریکایی رو، حداقل تا این سنوات اخیر که ترامپ اومد و این فشارهای واقعا اضافی رو روی مردم ایران و مردم ما تحمیل کرد، به نظر من این احساس وجود نداشت. یکی از مسائلی که در بیشتر به اصطلاح همین مراکز پژوهشی و اینا راجبش نظر داده میشد این بود که در خاورمیانه کشورهای عربی که متحدین آمریکا بودن، رهبران اونها به اصطلاح طرفدار آمریکا بودن، در صورتی که توده های مردم ضد آمریکا بودن به خاطر مسائلی که آمریکایی‌ها در قبال حمایت از اسرائیل و اینها دنبال میکردن، در صورتی که در ایران دولتی که ضد آمریکا بود، توده های مردم برعکس خواستار ایجاد یک روابط نزدیک و معقول با آمریکا بودن. مسئله اساسی اینه که
و یه چیزی من خدمتتون عرض بکنم که این برمیگرده به تجربه شخصی خود من. دولت آمریکا اولین کشوری بود که به نظر من اگه اول نبود دوم بود که انقلاب اسلامی و دولت موقت جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت. یعنی اولین کشور پاکستان بود اگر اشتباه نکنم. بس اگر اولی نبوده دومی بوده. به هر حال من خوب یادم هستش که یک دوشنبه صبحی بود بعد از یک شنبه بعد از انقلاب که این خبر اومد. حالا منظورم من این هستش که دولت آمریکا به سرعت دولت موقت جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت و هدفش در ابتدا این بود که به یک نوعی به هر حال وارد عمل بشه و کار بکنه و به یک فرمی به هر حال مسائل رو پیش ببره. مسئله با آمریکا و این آمریکا ستیزی و کارهایی که علیه آمریکا شروع شد با گروگانگیری بود. این یک اقدام غیر قابل انکاری است که از سوی جمهوری اسلامی شروع شد که برخلاف تمام موازین و قوانین بین المللی بود و ادامه اون خب منجر شد به اصطلاح ایجاد تحریم هایی که علیه ایران وضع شد و مرور با مرور زمان این دشمنی و این اختلافات گسترش پیدا کرد که به اینجا رسیده که ما امروز به هر حال داریم یک میراث 42 ساله رو دنبال میکنیم. بسیار خوب. آقای سلدوست، به نظر میاد جمهوری اسلامی در مقطعی که آقای بایدن اومده سر کار به دنبال این هست که فشار وارد بکنه و امتیاز بگیره. آیا این برداشت درسته؟ آیا ممکن نیست که واقعا کار به سمت دیگه پیش بره و همین فرصتی هم که ایجاد شده از دست بره و فشارها به شکلی فزاینده تر بر جمهوری اسلامی وارد بیاد؟ بله درسته. من فقط یک کوتاه صحبت خودم رو تصحیح بکنم. من اون موردی که عرض کردم در مورد نارضایتی مردم از دخالت آمریکا در ایران، همونطور که گفتم تا زمان انقلاب 57 بیشتر در بین توده مردم و انقلابیون بود که بعد از انقلاب 57 همونطور که آقای خانساری گفتن بیشتر گفته تبدیل شد به گفتمان حاکمیت و گره خورد با هویت نظام جمهوری اسلامی تا و همونطور که گفتم بله مردم ایران در طی سالها این با وجود اتفاقاتی گفتاد خیلی رنگ باخت این احساسات ضد آمریکایی. حتی 11 سپتامبر تنها کشوری در خاورمیانه که به یاد قربانیان 11 سپتامبر شمع روشن کردن مردم ایران بودن در همون تهران در همون با وجود همون محدودیت ها. در مورد سوالی که شما فرمودید، بله من فکر میکنم این اتفاقاتی که داره برحال برای فشار آوردن به آمریکا برای به دست آوردن موقعیت بهتر برای مذاکرات در برجام داره وارد میشه، تا یک جایی به نظر من ممکنه کفه ترازو رو به نفع ایران بالا ببره، ولی از یک جایی به بعد به خصوص ما موردی که همین اخیران دیدیم در باره هدف قرار دادن منطقه‌ای که در اربیل که نه تنها نیروهای آمریکایی بلکه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بود، یعنی نیروهای اروپایی هم در این مکان حضور داشتن. اتفاقات از این دست اگر تداوم پیدا بکنه به عقیده من باعث تشکیل اجماع بین آمریکا و قدرت‌های اروپایی بر علیه ایران خواهد شد. چیزی که در 4 سال گذشته به دلیل اختلافاتی بین آقای ترامپ و کشورهای اروپایی وجود نداشت، اجماعی بر علیه ایران نبود، به نظر من اقدامات از این دست، فشارها و تندروی‌های از این مانند این اتفاق بیشتر به ضرر ایران خواهد بود در دراز مدت و فکر نمی‌کنم نتیجه مطلوبی برای ایران حاصل بکنه. بسیار بسیار ممنونم از هر دو میهمان این بخش از برنامه، محسن سلدوس پژوهشگر روابط بین الملل و همینطور مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن با ما، و ممنونم از شما که بیننده این برنامه صفحه دو بودید، صفحه دوی آخر هفته. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. میتونید این برنامه و همینطور برنامه قبلی رو روی کانال ما در یوتیوب هم ببینید. شب و روز شما خوش.